اثر انگشت تثبیت شده ای ایران در عراق و سوریه موضوع یک نشست کارشناسی در اندیشکده هاتسن در واشنگتن بود که دیروز برگزار شد به اعتقاد پژوهشگر ارشد این اندیشکده واشنگتن می تواند به سادگی با بهره از اهرام تحریم نتایج انتخابات در عراق و لبنان را برای ایران تلخ کند فرهاد پولادی گزارش می دهد مایکل پروژن پژوهشگر مسائل خاور میانه در اندیشکده هادسون در گفتگو با بخش فارسی صدا آمریکا و در پاسخ به این پرسش که اگر حزب فتح مورد حمایت ایران در انتخابات اراق و حزب الله در لبنان پیروز شود چه خواهد شد گفت که آمریکا می تواند اهرام فشار تحریم علیه تهران را به کار گیرد آمریکا اهرمای خود را دارد در همان روزی که انتخابات در عراق برگزار می شود تصمیم پرزیدنت ترامپ در مورد برجام هم اعلام خواهد شد در آن روز ارزش ریال باز هم در خطر سقوط خواهد بود که تاثیر مستقیم بر مردم ایران دارد اما مردم ایران هم اکنون هم به عملکرد رژیم در اطلاف پول آزاد شده در چارچوب برجام معترضند روز بعد از اعلام نتایج آمریکا به عراقی ها خواهد گفت آیا می آینده ای کشورتان را با اقتصاد ما که حدود 19 هزار میلیارد دلار است پیوند بزنید یا با کشوری که اقتصادش در حال انقباض ارزش پول ملیش در وضعیت سقوط و به خاطر تحریم های آمریکا نمیتواند روی پای خود بایستد انتخابات در لبنان روز 16 و در عراق روز 22 اردی بهش ماه برگزار خواهد شد. پرزیدنت ترامپ به متحدان اروپایی برجام هشدار داده است که اگر تا روز دوم اردی بهش اصلاحات مورد نظر دولتش در برجام اعمال نشود از آن خارج خواهد شد. با خروج آمریکا از برجام تحریم های برداشته شده از سوی واشنگتن در چارچوب توافق اتمی از جمله تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دوباره اعمال خواهد شد. در این نشست کارشناسی جنفر کافارلا تحلیلگر ارشد مسائل اطلاعاتی در اندیشکد مطالعات جنگ گفت که در صحنه کنونی خاور میانه زیر نظر داشتن و رسد اقدامات روسها به ویژه همکاری آنها با سپاه پاسداران ایران بسیار با اهمیت است. ایرانی ها هم اکنون با روسها در مورد عراق اطلاف دارند شبه نظامیان نیابتی که ایران از عراق به سوریه میفرستد توسط ناز نیروی ویژه ارتش روسیه و تحت پوشش نیروهای هوایی آن کشور همراه با حزب الله لبنان آموزش می‌بینند آنها دکترین تاکتیک و فنون نظامی روزها را می آموزند. حتی ممکن است که از روزها اسلحه دریافت کنند. تجربیات اندوخته شده توسط این نیروها ممکن است در هر جای منطقه چه در یمن و حتی در خود عراق توسط ایران به کار گرفته شود. این تحلیلگر افزود که اطلاف نظامی بین تهران و مسکو یک هدف دارد و آن بیرون راندن حضور نظامی آمریکا در منطقه است. فراد پولادی آمریکا.